سلام و درودی بی پایان دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه تا سرزمین جنوبی. علی صداقتی هستم، بسیار خوشحالم که در خدمت شما عزیزانم. در این برنامه در خدمت آقای آریان، وکیل رجیستر شده استرالیا و نیوزیلند هستیم. خواهش میکنم، در خدمتون هستم تا به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. تماس های متعددی از بسیاری از دوستان از طریق کانال های ارتباطی برنامه مثل فیسبوک، اینستاگرام، ایمیل و تلفن برنامه داشتیم که به علت تعدد زیاد و شباهت های اونها تعدادی از اونها را به صورت گزینه‌ای انتخاب کردیم تا بهشون پاسخ بدیم. بله. آقای آریان در خدمتتون هستیم تا سلامی داشته باشین خدمت بینندگان عزیز. خواهش میکنم. آقای صداقتی ممنونم. بنده هم دامون آریان هستم و خوشحالم که فرصت برقرار شده که مجدد در خدمتتون باشم. امیدوارم اطلاعاتی که امروز خدمتتون ارائه میکنیم مفید و فایده برای شما عزیزان باشه. بسیار خوب، متشکرم. میریم سراغ اولین سوالمون از خانم ندا از ملبورن. ایشون بله. ایمیل زدن و سوال پرسیدن در مورد شرایط بچه های خواهرشون که در اصفهان زندگی میکنن. خیلی هم خوب، چه حال خوبی. بله، این دوستان عزیزمون یکیشون 28 سالشون هستش، مهندسی مکانیک خوندن، از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن و 4 سابقه کار در زمینه تأسیسات دارن. بله. برادر ایشون 31 سالشون هستش و لیسانس حقوق خوندن از دانشگاه علامه و 6 هم به عنوان مدیر خدمات پس از فروش یکی از شعب سایپا فعالیت داره. درسته. همونطوری که خدمتتون عرض کردم خاله ایشون هم اقامت دائم دارن و ملبورن زندگی میکنن. اقامت دائم هست؟ بله، اقامت دائم دارن. بسیار عالی. جناب آریان، نظرتون چیه نسبت به این کیس و ممنون میشیم که توضیحات و راهنمایی‌های لازم را خدمت دوست عزیزمون بفرمایید. خواهش میکنم. قبل از اینکه برم سراغ این سوال، من الان یادم افتاد که یک نکته رو خدمتتون عرض کنم و برگردم به جلسه قبلی که روی ویزاهای اسکیلد صحبت می‌کردیم، یک پرانتزی باز کنم. توی اون جلسه، در انتهای جلسه، من یک فرمولی رو خدمتتون عرض کردم در مورد اینکه چطور میتونید ارزیابی کنید که آیا شرایط ویزای تخصصی رو دارید یا نه. اون فرمول 3 داشت. مرحله اول اینه که شما ببینید که رشته شغلی که میتونید از لیست مشاغل معرفی شده استرالیا انتخاب کنید که به شرایط شما بخوره و مچ باشه چی هستش. مرحله دوم این بود که توی سیستم اسکیل سلکت امتیازات خودتون رو ارزیابی بکنید و محاسبه بکنید. مرحله سوم این بود که چه نوع ویزایی رو میتونید انتخاب کنید تا بعد برسید سراغ بقیه مراحل که اقدام هستش. یک نکته مهم دیگه هم خدمتتون عرض کنم، اون همین هستش که متاسفانه همه دانشگاه های ایران مدارک تحصیلشون یک به یک معادل استرالیا نخواهد بود و اصطلاحاً 2 سکشن دانشگاهی دولت استرالیا برای مدارک دانشگاهی ایران مشخص کرده، سکشن 1 و سکشن 2. دانشگاهی که تو سکشن 1 هستن مدارکشون یک به یک معادل مدارک استرالیا خواهد بود. اکثر دانشگاه های تقریبا همه دانشگاه های دولتی توی این لیست هستن، دانشگاه آزاد های شهرستان های بزرگ، دانشگاه های مثل پیام نور تهران، علوم تحقیقات، علمی کاربردی، اینا جزء سکشن 1 هستن. دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد شهرستان های کوچیک و دانشگاه هایی که توی اون سکشن 1 خدمتتون عرض کردم نیستن، معمولا مدارکشون معادل لیسانس استرالیا، لیسانسشون معادل لیسانس استرالیا نخواهد بود و همینطور فوق دیپلمشون هم متاسفانه معادل فوق دیپلم استرالیا نیست. این نکته بود که دوست داشتم خدمتتون عرض کنم. برگردیم به سوال خانم ندا از ملبورن که برای بچه‌های خواهرشون سوال پرسیده بودن. در مورد برادر اول که ایشون مهندس مکانیک بودن، فکر می‌کنم مهندس مکانیک از دانشگاه تهران بودن، طبق همون نکته که خدمتتون عرض کردم ایشون از دانشگاه تهران سکشن 1 مدرک لیسانسشون معادل لیسانس استرالیا هست. خوشبختانه مهندس مکانیک هستن، توی حوزه تأسیسات کار میکنن، پس سابقه کارشون مرتبط به مهندسی مکانیک هست. دوباره برمیگردم به اون فرمولی که داشتیم. 3 توی ارزیابی، مرحله اول پیدا کردن شغل مناسبه. خوشبختانه توی لیست اصلی میتونیم برایشون رشته مکانیکال انجینیر و مهندس مکانیک رو انتخاب بکنیم که شرایطش رو دارن.
برای اینکه بتونن خودشونو به عنوان مهندس مکانیک نشون بدن به اداره مهاجرت استرالیا، باید از سازمان انجینیرز استرالیا یا انجمن مهندسین استرالیا ارزیابی مثبت بگیرن. برای اینکه این کارو بتونن بکنن، یک گزارشی از پروسه کاریشون باید تهیه بکنن، اصطلاحا به این گزارش CDR میگن. سه تا پروژه کاریشون رو باید معرفی بکنن، تخصصهای خودشون رو تو زمینه مرتبط با مهندسی مکانیک ارائه بکنن. اینکه چطور این گزارش ها نوشته بشه یه مقدار تخصصی هست، ولی میتونن با مطالعه سایت انجمن مهندسین استرالیا، انجینیرز استرالیا، به اطلاعات کافی برسن در مورد نوشتن این نوع گزارش ها. مدارکشون شامل سابقه کارهاشون، نامه‌های سابقه کار، مدارک سابقه کاریشون، این گزارش رو ارسال بکنن برای انجمن مهندسین، به صورت آنلاین انجام میشه، هزینه‌هاش رو پرداخت کنن و ارزیابی مثبت خودشون رو به عنوان مهندس مکانیک شرطش رو دارن که بتونن اخذ بکنن. مرحله بعد بررسی امتیازاتشون هست. اگر بخوام در مورد این دوست عزیزمون صحبت بکنم، ایشون سنشون توی بازه حداکثر امتیاز سن هست، خوشبختانه 28 سالشون بود، درست داری صحبت؟ 28 سالشون. ایشون امتیاز کامل که سی امتیاز سن هست رو دارن، مدرک تحصیلشون معادل لیسانس استرالیا هست، 15 امتیاز اونجا دارن. سابقه کارشون 4 سال بود، این 4 سال احتمالاً همش بعد از مدرک تحصیلشون هست با توجه به شرط سنیشون، و توی رنج 3 تا 5 سال سابقه کار خارج از استرالیا میتونن امتیازات رو ادعا بکنن که 5 امتیاز اینجا بهشون تعلق میگیره، مجموع امتیازاتشون میشه 50 امتیاز. بسیار خوب. خب با 50 امتیاز ویزاهایی که میتونن اقدام کنن محدود به ویزای 489 که چون رشته که انتخاب کردیم براشون تو لیست اصلی SOL هست، ایشون میتونن از طریق اسپانسر فامیلی اقدام بکنن. خوشبختانه خاله ایشون در ملبورن هستن، ملبورن یکی از شهرهایی که افراد مقیم اون میتونن برای خانواده خودشون درخواست اسپانسر فامیلی بدن روی ویزای 489، پس ایشون شرایط اقدام برای ویزای 489 رو دارن، البته باید حتما IS-6 رو داشته باشن. حالا اگر ایشون بتونن IS-7 یا معادل اون توی امتحاناتی مثل PTE, CAE یا TOEFL IVT رو اخذ بکنن، میتونن به 60 امتیاز برسن، 10 امتیاز اینجا میگیرن، میتونن به 60 امتیاز برسن و بدون نیاز به اسپانسر مستقیما برای ویزای 189 که ویزای اقامت دائم هست اقدام بکنن. بریم سراغ برادر دوم که لیسانس حقوق داشتن از دانشگاه علامه، دانشگاه علامه هم خوشبختانه جزء سیکشن 1 هست و مدرک تحصیلش معادل لیسانس استرالیا است، 6 سال سابقه کار داشتن. رشته‌ای که ایشون کار میکنن یعنی مدیریت امور مشتریان، متاسفانه رشته شغلی معادلی رو من برای سراغ ندارم تو لیست SOL، لیست اصلی. نزدیکترین عنوان شغلی که من میتونم به ایشون پیشنهاد بدم Customer Service Manager هست که تو لیست CSOL و لیست فرعی هست. خب اگر برگردیم به جلسه قبل، مطمئنا ایشون شرط ویزای 189 رو به هر حال نخواهند داشت، چون رشتهشون هم توی لیست اصلی نیست، شرایط ویزای 489 فامیلی رو هم متاسفانه ندارن و نمیتونن از امتیازی که بابت بودن خالهشون در ملبورن هست استفاده بکنن. با 50 امتیاز ایشون یا فقط شرایط 489 اسپانسر ایالتی رو خواهند داشت که باید برن لیست ایالت‌ها رو چک کنن، این ایالت‌ها لیستاشون اعلام میکنن هر چند وقت یه بار ببینن که شرایطشون به کدوم ایالت میخوره. الان من فکر میکنم، الان حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم که در حال حاضر اگر با IS-6 بخوان اقدام کنن هیچ ایالتی بهشون اسپانسر متاسفانه نمیده، ولی باید ببینیم که روی ویزای 190 شرایطشون چیه. 5 امتیاز کم دارن، من الان اطلاعات ندارم که ایشون پارتنر دارن، همسری دارن یا نه که میتونن از اون امتیاز همسر استفاده کنن. چیزی نگفتن.
خب پس اگر اون امتیاز رو ما در نظر نگیریم، ایشون 5 امتیازی که کم دارن بتونن برای ویزای 190 اقدام بکنن رو باید از طریق مثلا بحث تسلطشون به یکی از کامیونیتی لنگویج ها که خوشبختانه زبان فارسی هم جزش هست داشته باشن، که بعد برای اون یه امتحانی هست به اسم امتحان ناتی، امتحان مترجمی زبان سازمان ناتی برگزار میکنه، اون امتحان رو بدن. یه گزینه دیگه هم دارن که میتونن نمره آیس 7 رو اخذ بکنن که امتیازشون از 55 امتیاز بالاتر هست هیچ اشکالی نداره، میتونن برای ویزای 190 با اسپانسر ایالتی اقدام بکنن اگر ایالتی اسپانسرشون باشه تو اون زمانی که میخوان تصمیم بگیرن. من نمیدونم همه جواب همه سوال ایشون رو دارم. بله، بسیار سپاسگزارم از شما و امیدوارم که دوست عزیزمون از ملبورن جواب سوالاشون رو گرفته باشن. خواهش می‌کنم. دوست دیگری در صفحه فیسبوک ما سوال پرسیدن. ایشون 34 سال سنشون هستش. بله. و مهندسی عمران از دانشگاه آزاد ورامین. آزاد ورامین. بله. در سال 1387 فارغ التحصیل شدن. بله. ایشون یه فوق دیپلم هم گرفتن، فوق دیپلم عمران دارن از دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی کار قزوین. بله. که سال 82 گرفتن. 1382. چند سالشون هست؟ 34 سال سنشون هستش. 34 سال میشه. در مجموع فرمودن که 11 سال سابقه کار فنی دارن. بله. سوال ایشون این هست که آیا ایشون باید از طریق نوشتن CDR و سازمان مهندسی اقدام بکنن و یا اینکه از طرق دیگری مثل وت اسس که فرمودید میتونن اقدام بکنن و شرایط امتیاز سابقه کارشون رو میخوام بدونن که به چه صورت هست و چند امتیاز میتونن اخذ کنن در طول این پروسه. خواهش میکنم. در خدمتتون هستیم تا پاسخ بفرمایید. دانشگاه آزاد ورامین، متاسفانه دانشگاه آزاد ورامین همونطور که خدمتتون عرض کردم جز مدارکی هستش که لیسانسش معادل لیسانس استرالیا ارزیابی نمیشه. باید ایشون رو مدرک تحصیلیشون رو فوق دیپلم در نظر بگیرن و امتیاز فوق دیپلم رو میگیرن که 10 امتیاز هستش، 15 امتیاز رو متاسفانه نمیگیرن اگر میخوان شرط امتیازشون رو بررسی بکنن. در مورد اینکه کدوم سازمان با چه رشته اقدام بکنن، چون لیسانسشون معادل لیسانس استرالیا نیست یک مقدار سخته که فکر کنیم ایشون میتونن از سازمان انجینیرز استرالیا به عنوان پروفشنال سیویل انجینیر مهندس عمران ارزیابی مثبت بگیرن. ایشون فرمودن که عضو نظام مهندسی هستن یا نه؟ چون چیزی توضیح ندادن، ولی خب شما اگر توضیحات خب لازم رو بفرمایید. آره، فرض میکنم اگر ایشون عضویت نظام مهندسی داشته باشن شانسشون برای گرفتن اسسمنت و ارزیابی مثبت از انجینیرز استرالیا بالاتر میره توی پروفشنال انجینیر. میتونن پروفشنال انجینیر هم ارزیابی بشن اگر که عضویت نظام مهندسی داشته باشن و سی دی آر خوب بنویسن شانسش رو دارند. ولی اگر که حالا شرایطشون خوب پیش نره رشته انجینیر تکنولوژیست رو میتونن شانسش رو داشته باشن که اون هم خوشبختانه جزء لیست اس او ال هستش، یعنی نگرانی نداشته باشن از این بابت، توی لیست اصلی هستشون رشته. هم البته بستگی داره که سابقه کار ایشون توی حوزه چه حوزه‌ای باشه توی بحث عمرانی. اگر که سابقه کارشون توی حوزه طراحی هستش خب بله ایشون باید به عنوان مهندس عمران و سیویل انجینیر باشن. اگر سابقه کارشون توی حوزه نقشه کشی یا به عنوان دستیار مهندس عمران فعالیت داشته باشن ایشون میتونن حتی از همون سازمان انجینیرز استرالیا هم درخواست بدن که به عنوان سیویل انجینیرینگ درافت پرسن ارزیابی بشن که اون رشته هم خوشبختانه توی لیست مشاغل اصلی هست و حتی اگر بخوان سراغ اون رشته برن این جز معدود رشته هایی هستش که دو تا سازمان ارزیابیش میکنه. بله. این جالبه، یعنی هم میتونن پروسه سی دی آر نوشتن و انجمن مهندسین رو برن جلو، همین که از طریق وتاسس سازمان دیگه اقدام بکنن برای گرفتن اسسمنتشون توی رشته سیویل انجینیرینگ درافت پرسن. خب این سوال اولشون رو فکر کنم جواب دادم. سوال دومشون بحث امتیازاتشون بود. بله، یکی امتیاز سابقه کارشون هستش. بله. میخوام بدونن که آه. آیا بعد از فوق دیپلمشون اخذ میکنن، بعد از لیسانس میتونن امتیازشون رو بگیرن؟ بله. در این مورد هم توضیح بفرمایید ممنون میشم. خب بازم اینم چند تا شاخه داره.
اگر که فرض کنیم ایشون میخوان برن سراغ این که به عنوان پروفیشنال سیویل انجینیر اساس بشن و ملاک رو میذاریم مدرک لیسانسشون و حالا عضویت نظام مهندسیشون، عملا ایشون از سال 87 به بعد رو میتونن ادعا بکنن برای صاحب کارشون، با وجود اینکه 11 سال صاحب کار دارن که حالا میشه 7 سال و سال آینده یه مقدار که برن جلوتر تا برسن به زمان شروع کارشون تا 8 سال هم میتونه برسه، که 8 سال به بالا صاحب کار داخل خارج از استرالیا 15 امتیاز بهشون میده. پس در حال حاضر 10 امتیاز میگیرم. بله بله. حالا چون پروسه میتونه حالا به طول بکشه یا مثلا آیلتسشون و اینا هم باشه، میتونن معمولا حساب بکنن تا چون زمان اقدام، زمان گرفتن دعوتنامه ملاک هستش که چه شرایطی داشته باشن، شاید بتونن به اون هم فکر بکنن. دیگه خودشون باید بررسی کنن که چقدر عجله دارن برای اقدام. سنشون 34 سال هست، توی رنج دوم سنی هستشون، بالاتر 33 سال هستن، 25 امتیاز اونجا دارن. در مورد مدرک تحصیلشون هم که عرض کردم خدمتون 10 امتیاز خواهند داشت که میشه 35 و حالا من اونم 15 اگر در نظر بگیرم میشه 50 امتیاز، درسته؟ این 50 امتیازی که سیستم اسکیل سلکت میتونن بگیرن مشخصاً بدون نمره زبانشون هستش. باز هم من نمیدونم ایشون متأهلن یا مجرد، میتونن روی امتیاز پارتنر حساب بکنن یا نه. ولی اگر اون رو حساب نکنیم چون اطلاعی در مورد اون نداریم، به نظر من ایشون بهترین گزینه‌ای که دارن حالا یا اینکه به فکر ویزای 489 اسپانسر ایالتی باشن، یا اینکه تلاش کنن نمره آیس 7 یا مدل اون رو توی امتحانات دیگه کسب بکنن، به حداقل امتیاز مورد نیاز برسن 60 امتیاز و مستقیما برای اقامت دائم اقدام بکنن. جناب آریان، سوال دیگه شون هم این بود که آیا از طریق وتاسس میتونن اقدام بکنن که شرایط راحت تری داشته باشن یا خیر؟ بله، عرض کردم ایشون اگر سابقه کارشون توی حوزه نقشه کشی یا به عنوان دستیار مهندس عمران بیشتر باشه، میتونن رشته سیویل انجینیر درافت پرسن، چون از دو تا سازمان میشه اقدام کرد و خب به تاسیس لازم نیست که اون گزارش CDR رو که زمان بر هستش و نوشتنش یه مقدار سخت‌تر رو انجام بدن، میتونن از طریق سازمان به تاسیس هم اقدام کنن. خب بالاخره سازمان به تاسیس هم برن سایتش رو بخونن، حتما این لینک ها رو میذاریم برای دوستان که مراجعه کنن به سایتش. شرایط ارزیابی خاص خودشو داره، باید لحاظ بکنن و بله شانسشو دارن، میتونن از طریق به تاسیس هم اقدام کنن. بسیار ممنونیم از آقای آریان که با صبر و حوصله سوال دوستمون رو پاسخ دادن. خواهش میکنم. به انتهای برنامه این هفتمون رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که به تماشای برنامه این هفته ما نشستید. ما منتظر سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم که از طریق کانال‌های ارتباطی برنامه برای ما ارسال بکنید تا در جلسات آینده به سوالات شما پاسخ بدیم. همچنین بسیار سپاسگزارم از آقای آریان که در این برنامه شرکت کرده. خواهش میکنم. بنده هم باعث افتخارم بود که در خدمتتون بودم. امیدوارم اطلاعاتی که ارائه شد براتون مفید فایده بوده باشه. تا برنامه بعد، بدرود. شاد و خرم باشید تا برنامه آینده.